یکی از چیزهایی که من همیشه تغییر میدم قبل از اینکه بخوام کارو شروع بکنم، شورتکات های کیبورد هست. برای تغییر شورتکات های کیبورد شما میان تو منوی فانکات، کامند، کاستومایز و از اینجا این دیفالت که اصلیش هست رو یه دوپلیکیت ازش میگیرید. من جمعیم رادان ستور. اوکی. و حالا به طور مثال من دوست دارم زوم و زوم آتم روی تایملاین هم به جای کامند منفی و کامند مثبت خود مثبت و منفی باشه. اما اگر من الان اینجا مثبت یا منفی رو بزنم، همونطور که توی درس این تایم ایندیکیتور، تایم ایندیکیتور خاطرتون هست، گفتیم که جا به جا میکنه، کلیپ رو عقب جلو میکنه، یا اگر انتها ابتداش رو شما انتخاب کرده باشین به میزان عددی که میدین برای شما اضافه یا کم میکنه، که خب این بحث متفاوتی بود. اما من ممکنه بگم خب این مثبت و منفی اونقدر به درد من نمیخوره، برای تغییرش میام تو کاستومایز، خود این مثبت رو انتخاب میکنم، همونطور که شما اینجا میبینید نوشته بدون مودیفایر، یعنی بدون زدن هیچ دکمه دیگه. به عبارت ساده تر، خود مثبت خالی و خود منفی خالی کاری که انجام میدن نگتیو تایم کد انتری و پازیتیو تایم کد انتریه. من میخوام این دوتا جاشون عوض بشه. من میخوام زوم اینو جای پازیتیو تایم کد انتری بذارم و این برم زوم آوت رو جای نگتیو تایم کد انتری. برای این کار شما میتونید بیا این نگتیو تایم کد انتری رو بیارید پایین، به طور مثال خود این زوم آوت رو ببرید اینجا و حالا این یکی رو بیارید اینجا. این یکی هم من میتونم کلا پاک کنم. علت این که من این کار کردم اینه که اگر شما فرضاً اینجا خود این پازیتیو انتری رو بیارید اینجا، کلن روی این زوم این اوورایدش میکنه، که اینجا میتونیم ببینیم چه اتفاق میفته. من اینجا الان پازیتیو تایم کد انتری رو میارم اینجا. حالا اگر من کامند و مثبت رو بزنم باز دوباره همون اتفاق میفته، اما من بدون مادیفایر میخوام زوم باشه. پس حالا میام اینجا سرچ میکنم زوم و حالا زوم این همطور که شما میبینید اینجا همه جام یکی از چیزش به کلید خاصی نسبت داده نشده. مادیفایرش تا قبلش کامند به علاوه مثبت بوده. من میام اینو درگ میکنم روی خود زوم و حالا اگر این رو انتخاب بکنم اینجا نوشته که زوم این من بدون مادیفایره، یعنی تک زدن این دکمه است. یه چیز دیگه هم که من همیشه تغییر میدم این تریم اند و تریم استارت. من راستش از این دوتا شورتکات Alt و برکت چپ و راست خوشم نمیاد. به نظر من با جی و اچ بهتره تغییر دادنشون. خب اچ رو من هند تول به صورت پیش فرض، من اصلا هیچ وقت از این هند تول استفاده نمی کنم، بخاطر این میکشمش اینجا. جی باز همینطور تاگل استوری مود، باز من میتونم پاکش بکنم، استفاده نداره برای من. و حالا اینجا این دوتا دستور چیا بودن؟ یکیش trim start بود و یکم trim end. حالا من میام اینجا و سرچ میکنم trim و همونطور که شما میبینید trim end من میتونم بیارمش روی edge و trim start هم روی g. حالا اگر edge رو انتخاب بکنم، زدن edge خالی انتهاش رو برای من trim میکنه، زدن g خالی ابتداش رو برای من ترم میکنه. این برای من خیلی جذابتر و خیلی بهتره. من بلید رو هم همین کار رو باشه انجام میدم. من معمولا بلید رو ترجیح میدم روی خود بی باشه تا اینکه با کامند بی باشه. خب من حالا اینجا سیو میکنه. الان اگر من اینجا مثبت و منفی رو بزنم، میتونم خیلی راحت زوم این یا زوم آوت بکنم روی تایملاینم. و اگرم به طور مثال بیام اینجا بخوام بگم که خب من میخوام انتهای این کلیپ اینجا باشه، با زدن دکمه H راحت میتونم این کار رو انجام بدم. آخرین نکته ای هم که در مورد شورتکات ها من حتما باید خدمتتون بگم اینه که اگر شما شورتکات های زیادی رو عوض بکنید و تغییر بدین،
طبیعتا بعدش اگه بخواید جای دیگه کار بکنید، ممکنه این نگرانی وجود داشته باشه که خب حالا همه اون شورتکات ها اونجا یه چیز دیگه است، میتونید از اینجا اکسپورت بکنید، توی اون یکی سیستمی که رفتید ایمپورت بکنید و اصلا نگران این نباشید که کسی دیگه که داره با فاینال کات کار میکنه ممکنه خب حالا اون چی کار بکنه. خیلی راحت طرف میتونه مثلا بیاد اینجا بذاره رو امیر زمان که شما داشتین کار میکردید، بذارینش رو آدم استور، یه نفر دیگه که میخواد کار بکنه بیاد بذارتش روی دیفالت. من برمیگردم روی امیر. یه نکته خیلی جالبی هم اینجا هستش، شما اگر اینجا کامند یا آلت رو هم بزنید میتونید ببینید که هر کدوم از این دستورها به چه چیزهایی نسبت داده شدن. اونایی که خاکستری هستن یعنی آزادن، اونایی که رنگی هم یعنی اشغال شدن. به طور مثال کامند جی اینجا کرییت استوری لاین هست، من اگر خود کامند رو بزنم شما همونطور که میبینید رنگی هست، اگر کنترل رو بزنم خالیه و همونطور که میبینید اینجا هم نشون میده که کنترل جی هیچ چیزی بهش نسبت داده نشده. حالا یکی از دستورهای دیگه که زیاد ازش استفاده میکنم، میتونم بیام اینجا و به کنترل جی نسبت بدم. تمام کامند هایی که شما توی فاینال کات دارید اینجا دیده میشن. اگر بخواید از یه منوی خاص مثلا شیر پیداشون بکنید اینجا میتونید ببینیدش. حالا مثلا اینجا سنت تو کامپرسور رو من میتونم بزنم همین کنترل جی سنت تو کامپرسور باشه، راحت سنت تو کامپرسور رو درگ میکنم و حالا از این به بعد کنترل جی من خروجیم رو مستقیما به کامپرسور بفرسته. برای تمام دستورهای فاینال کات این صدق میکنه، به همش میتونید اینجا دسترسی پیدا کنید. اگر هم پیدا نکردید همونطور که دیدید میتونید سرچ بکنید و خیلی خیلی راحت هست. همونطور که دیدید برای پاک کردنش شما میتونید بگیرید و درگش بکنید اینور، و اگر هم خواستید نسبتش بدین به یه چیز دیگه‌ای میتونید اینجا مثلا کنترل و آلت رو ببخشید کنترل و آلت رو بزنید بهش نسبت بدید، میتونید مثلا کامند و آلت رو بزنید و حالا یه دستور خاص رو بهش نسبت بدید و حالا الی آخر اون چیزی که مد نظر و میل خودتون هست.